بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بس درباري إن بود انسان در زندگانی خود به قانون آسمانی محتاج خداوندم از اول خلقت انسان تا روز قیامت برای انسانها شریعت فرستاده یک مقدار دلایل ما بیان کرده یکی دیگر از دلایلی که انسان به دین محتاجه انسان بدن فیزیکی داره و روح داره او قد قدر قدم اول اوم دین کی روح انسان با کمالته بالقوی خود کی خدا به و عطا کرده با کمالته بالقوی خود در زندگانی دنیا دست پیدا کنه او روح هو برای تکامل بیوفته او کمال پیدا کنه کامل شوه در زندگانی دنیا روح هرچ با عظمت کې دا را بعضم خامه و بیا درې مې دنیا تکمیل شوه چیز دیدن مسکرې یو مقدار دوقي تروشه بین مشک میندزن ترق ترق میزنن سر او قله یې ماسې ماسای شو مسای کې کم تروش شوه په دې دیواله مشک میخوره می په او طرفه مشک میخوره داد و ثقانش بلنده که چکار میکنین طرق و طرق مر میزنین او که نمیفهمه که چکار میشه یک باقی بعد از که این طرف و طرف میخوره از بین ماسهای تروش یک مسکه خیلی خوب پیدا میشه روح انسان هم باید در دنیا بیایه و مشکلات گرفتار میشه و باید صبر کنه مقاومت داشته باشه از خط فطری خود منحرف نشوه تاکه کامل شوه او مسکی روحانی شوه رو پخته میشه و ای پختگی در اون صورتیکه ای به وظایف خود عمل کنه مطابق فطرت خود پیش بروه در اثر عوامل گونګون و حواس های حیوانیه از راه فطرت خود منحرف نشوه الا ولابد ا تکامل طبق برنامه آسمانی پیش بروه و بشر قدرت نداره که رای تکامل معنوی خود خودش پیدا کنه ببین ما امروز انسان ها را میبینیم در قرن بیست و یکم یک اده اسیر تمایلات حیوانی خود یک اده دیگر در تصفیه رو افراد میکنن این دوها را دیدین شش مبالی یک شاخ درخ استاده میشه گای خود روغن میزنن بدن خود شش ماه بین قبر میرن که چیزی نخورن بدن ضعیف شود. این آب تربیه رو کمک نمیکنه بیوده خالق روح میدانه که روح انسانی و نفس ناطقیش چی قسم ترقی میکنه ما در تکامل معنوی خود حتما محتاج به روحیم بر محتاج به دین خدایم و دستور خدایم کې روح انسان تکامل پیدا کونه تنها یو بدن فیزیکی نیم روح همدارم بنابرین انسان په خاطر جزئ اول خود کې روح وشه موتاجب شریعت وه همچنين نسبت به بدن خود و زندګی مادی خود کې د چارې افراط او تفرید نشوي باید موتاجب شریعت بدن فیزیکی جزء دوم انسان ام در تکامل روحی خود متجم ام در تکامل زندگانی مادی خود بعضا محتاجم اما ای ما قبول داریم انسان ها که عدالت اجتماعی در زندگانی اجتماعی ضروریه روح زندگانی اجتماعی عدالت اجتماعیه عدالت اجتماعی را کی تامین میکنه؟ مثلا ممکنه بگویم که نماینده مجلس آخر نماینده مجلس نمیتوانند که عدالت اجتماعی را تامین کنند. اولا یک ادی زیادی از نمایندگان مجلس خودشان ناقصه. اونا لیاقت وضع قوانین را برای عدالت اجتماعی ندارن. یک ادی دیگرشان اغراض و منافع شخصی و یا حزبی خود در تصویبات قانون مد نظر داره که برای عدالت اجتماعی و عمومی در جهان ما هیچ وقت فکر کردن نمی عدالت اجتماعی در بین یک گروه نیه در بین یک قوم نیه عدالت اجتماعی برای تمام بشر در کره زمین خصوصا در این عصر ما که تمام کورې زمين په منځلي یو شهر درامه ده. ای از قدرت نمایندهای مجلس غوی مقنن خارجه ای کار نمی‌توانن. و نه کسی از نماینده‌ها به فکر در در مجلس در موقعه رویی به فکر عدالت اجتماعی برای همه بشر آخرین درجه روشن فکری نماینده ای اي مجلس ایه که منافع ملی خود مد نظر بگیره بس گاهی میشه که یک نفر برای صد دلار محاکمه میشه که در کشور خود خیانت کرده ولی گاهی میشه به یک نفری که در کشور دیگر آتیش افروخته منافع مردم ملت ها را نادیده گرفته زیربنای اقتصادی کشورها را خراب میکنند هزاران نفر به خاک او خون میکشانند بعضم میګن بعضم در کشور خود مدال افتخار میگیره کی ای به کشور خود خدمت کړه ای عدالت اجتماعي کی برای یک ملت بشه و برای سایر ملتها خطرناک بشه ای عدالت ادارت اجتماعي وله زای امروزه میبینیم کی در دنیا همه جا آتش افروخته ملت ها دولت ها اما راحت هزيجات و دلیل هم ایه که ناسیونالیزم قدرت زیاد داره فقط اونها به نفع ملت های خود کار میکنن و بقیه ملت ها را نادیده میگیرن دیگرام هم نشان میدن امنیت عمومی مختل میشه پس انسان نمیتوانه که برای امی یعنی نماینده ای مجلس نمیتوانه که برای تمام انسان های کره زمین قانون وضع کنه و عدالت اجتماعی را همه جامرات کنه یک چیزی که امروز در عصر ما و شما این محسوس محسوسه متوجه به دلیلم استدلالم نیه ما یک قانون میخوایم که هیچ ملیت در امتیاز نداشته باشه هیچ کشور در امتیاز نداشته باشه زورمند و کمزور و قوی و ضعیف همه در برابر قانون مساوی باشه وایی فقط او عدالتیکه از او قانون آسمانی به وجود میاي او خدایه که بندای خدا به یک نظر نگاه میکنه و برای همه قانون وضع میکنه لذا در قران نمیگه ای العرب یا ای مردم ملت فلانی دولت یا فلانی کشور یا ای ونناس ان خلقناکم من ذكر و انثا یا بنی آدم پسرانه آدم همه را شامل میشه په یي جهت عدالت ټولنیزې چې گم شوې قرن 21م مے او گم شوې قرن 5م م مهست ای توسوت مجالس موقنني کشورا به وجود نمیایي دولتاي صنعت مجبورند چې مواد خامہ به قیمت ارزان از کشورای کوچیک وارد کنن بعد وقتی که او را درست رویش کار میکنن و تولید میکنن باید با قیمت خوب و خیلی بالا و سوداور در بازارهای کشورهای فقیر ببره از این جایی که همیشه استثمار به وجود میایه مظالم به وجود میایه بی به وجود میایه ظلم و اجحاف و تعدی و خونریزی و صفاکی تحقق پیدا میکنه عدالت اجتماعی امروز گم شده مایه بشر نمیتوانه که عدالت اجتماعی را در روی زمین قائم کنه ما محتاج هستیم به یک دین به یک شریعت که از طرف خالق بیایه و عدالت اجتماعی را در بین تمام بشر بدون در نظر داشت ملیت های اونها و آرزوهای اونها برای همه بشر برآورده کنه این قانون عادلانه عمومی برای همه بشریت فقط و فقط در پناه شریعت آسمانی تحقق پیدا میکنه لذا ما میگیم که بشر محتاج بدینه یک دلیل دیگر جماعت در مرتبی وجودی خود پایینه محتاج به قانون امنیه نبات وجودش پیچیده و قانون میخوایه که چون وقت به او آب برسه چه مقدار هوا به او برسه چه مقدار رگهای ریشه های درخت از زمین مواد غذایی را به خود جذب کنه تا چه اندازه باید آفتاب به خود جذب کنه یک قانون طبیعی میخواه باید برش فراهم شوه ولی به این قانون طبیعی جماعت محتاج نیه خاک و سنگ و ریک به این قانون محتاج نیه وجود نبات چون یک مرتبه راقیه و بلندتره و محتاجه به قانونه از جماعت که بگذاریم به حیوان میرسیم حیوانات وجودشان نسبت به نباتات پیچیده تره بالاتره او بیشتر به قانون محتاجه غذا م... غذای بیشتری میخوایه، غذای مخصوص میخوایه، آب مخصوص میخواه و برای بیداشت حیوان سلامتی حیوان شرایط دیگری لازم داره لذا او قانوني و قانون ناپچي د تر ميشه ول او قانوني طبيعي شرايط حيات ايش بيشتره به انسان ک مې رسيم انساني ک اشرف موجودات وجودش ب مراتب از وجود حيوان بيشتره خدا به او توجه بيشتري کرده از يک طرف به او عقل خيل بالاي داده بين ادراك حيوانات و ادراك انسان خيل فاصله وجود داره لذا به انسان عقل میده بر علاوه عقل بازم عقل حواس باز انسانم کفایت نمیکنه چون این موجود بسیار, بسیار بی وجودش پیچیده و وجود راقی و مترقی و بلنده محتاج به شریعتم میشه خدا برای او قانون تشریعی هم میفرسته قطع نظر از عقلش احساساتش وجدانش خدا شریعتم برای او میفرسته ک که به دلائل گوناگون که در این دو جلسه عرض کردن انسان محتاج به دینه لذا خدا بعد از اینکه وحدانیت در این سوری جمعه بیان میکنه و تس، از تسبیه کائنات صحبت میکنه برای خدا بعد فورا میگه هو الذی بعث فی رسولا منهم یتلو علیهم حیاتی ای شریعتی که خدا فرستاده در ای آیه و بعضی ای آیات دیگر چی خداوند بیان میکنه ایره بیان میکنه که چهار چیز ما در ای شریعت از یتلو علیم آیاتی پیام خدا را ای رسول برای مردم بیان میکنه یتلو تلاوت میکند بر مردم آیات خدا را یک دیوم اوی و اخلاق را در مرحلی تیوری نه در مرحله بیان علمی و عقلی نه در مرحله عمل پیغمبرا به عمل خود مردم تسکیه می کردن چون خودشان از نظر روحانی کامل بودن روی اونها شفاف بود از کدورت های مادی و حیوانی منزه بود خدا اونها را می که پیغمبرا خصوصا خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله علی په وسیله عمل خود او اخلاق خود عاملا مردم تسکیه میکنه تسکیه یعنی روح انسان ها را پاک میکنه از صفات حیوانی اخلاق ما را تعادل میکنه وزکی او يعلمهم الكتاب والحکمه تلاوت ایت یکی تسکیه مردم دو و تعلیم کتاب سه تعلیم حکمت چار این چار چیز کلیات شریعت که اسلام آورده برای انسان و قرآن بیان میکنه که انشالله ما ایره در جلسه آینده باز میکنیم و صحبت می کنیم که شریعت اسلامی چی داره و سلام علیکم و رحمت الله